به نظرتون ویروس زامبی چی میتونه باشه؟ منظور از ویروس زد چی هسته؟ آیا ویروس زیکا همون ویروس زامبی هستش؟ چرا محققان در مورد جهش جدید شیوع ویروس زیکا هشدار شدید داده؟ این وسط رابطه بیل گیتس با این ویروس چی میتونه باشه؟ بچه ها سلام، چاکریم، خیلی خوش اومدید به چنل من. من حامد یحیایی هستم. بزنید بریم. بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، آیدی اینستاگرام من این بغل میاد، حتما فالو کنید داشته باشید که کلی جریان دیگه با هم داریم که حتما تو آینده با هم دیگه در ارتباط هستیم. بچه‌ها موضوع ویدیوی امروزمون راجع به ویروس زیکا هستش که یه تئوری هستش که میگه ویروس زیکا همون ویروس زامبی هستش. بچه‌ها یه سری از جریان‌ها هستن که دور و بر ما در حال رخ دادن هستن و ما ازشون بی‌خبریم، اما احتمال داره که شدیداً آینده ما رو به چالش بکشن. بچه‌ها همتون در جریان زامبی و زامبی شدن هستید و اینو میدونید که یه ویروس باعث به وجود اومدن زامبی میشه. اما چطوری؟ ما امروز می‌خوایم توی این ویدیو در مورد یه سری فکت و تئوری صحبت کنیم با هم دیگه که احتمالاً آینده ما بهش وصل هستش. چند وقت پیش یورونیوز یه تیتر بزرگ زد با این مضمون که محققان در مورد ویروس زیکا هشدار دادن و اون هشدار این بودش که ویروس زیکا تنها یه جهش با شیوع گسترده جهانی فاصله داره. میگن که شیوع زیکا یه پدیده کاملا نادره که توی سطح جهانی رخ میده. این ویروس اولین بار توی اوگاندا و در سال 1947 توسط یه پشه به نام آیدس، اگه درست تلفظش کنم، منتقل شدش. این پشه بیشتر توی مناطق استوایی و مناطق گرمسیری و کشورهای شرق آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره و به جز زیکا میتونه عامل یه ویروس دیگه و یه بیماری دیگه به نام تب دنگی هم باشه. میگن که این ویروس توی بزرگسالا علائم خفیفی داره، مثل تب خفیف، درد مفاصل، قرمزی چشم، درد چشم، سردرد، خستگی یا احساس ناراحتی عمومی و مشکلات مغزی و عصبی. اما توی زنان باردار ممکنه باعث به دنیا آمدن نوزاد نارس یا حتی باعث سقط جنین بشه. حالا شاید بگید که این علائم کلن علائم خفیفی هستش و اصلا مهم نیستش، اما باید دقت کنید که همه این جریان ها برای قبل از جهشه و هشدار محققا و دانشمندان به همین دلیله که اگر جهشی اتفاق بیفته باعث یه شیوع گسترده یه بیماری عجیب غریب توی سطح جهانی خواهد شدش و این تقریبا یه فاجعه است. حتما میپرسید چرا فاجعه؟ محققان مؤسسه ایمونولوژی کالیفرنیا اومدن گفتن که زیکا میتونه به گونه جهش پیدا کنه که هم خیلی عفونی تر و هم قدرت سرایت بیشتری داشته باشه، به علاوه اینکه تمام ایمنی های قبلی رو هم بی اثر میکنه. حالا چیزی که ذهن منو درگیر کرده اینه که بیان و این ویروس رو عمدن دستکاریش کنن و جهش ژنتیکی بهش بدن و باعث بشن که توی سطح جهان این ویروس پخش بشه و به پاندمی خطرناک بعدی و یا حتی با یکم دستکاری ژنتیکی به ویروس زامبی تبدیل بشه. همونطوری که قبلا بهتون گفتم، فراوانی این پشه و این ویروس توی کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری هستش که جمعیتی حدود 3 میلیارد و 900 نفر رو در بر میگیره. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که نشانه هایی ما داریم دریافت میکنیم، ریاکشن هایی رو داریم دریافت میکنیم که علائم این بیماری روز به روز توی جهان در حال افزایش هستش. خب بچه ها، این توضیحاتی بودش که در مورد ویروس و احتمال جهشش بود. حالا داستان از اینجایی ترسناک میشه که بیل گیتس میادش روی شرکتی که روی عامل این بیماری داره کار میکنه سرمایه گذاری میلیون دلاری انجام میده. شرکت اکستیک شرکتیه که قراره با سرمایه گذاری که بیل گیتس توی اون انجام داده روی آزاد کردن پشه هایی که تغییر ژنتیکی انجام دادن کار کنه. بچه ها چیزی که اعلام کردن، هدف از این پروژه کنترل آفت ها و جلوگیری از بیماری مالاریاست. ولی قطعا میشه از این پروژه استفاده های دیگه ای هم کرد، مثل انتقال یه نوع بیماری جدید با همین نوع پشه ها. و یکی از مواردی که توی آزمایشگاه های زیستی و بیولوژیکی آمریکا در حال
حال انجامه، همین انتقال بیماری از طریق پشه ها و حشرات هستش. در ضمن بیل گیتس هم شخصیه که رویای بلند پروازانه پروژه سرنگای پرواز رو داره. هدف این پروژه چیه؟ هدف این پروژه اینه که بتونم به پشه ها توانایی تزریق واکسن رو بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر وقت دلشون خواست یه تعداد پشه رو آزاد میکنم و هر چیزی رو که دلشون بخواد میتونن به شما تزریق کنن. یه ویروس جدید، یه واکسن جدید، یه بیماری جدید و یا هر چیزی که دلشون بخواد. بچه ها به این صحنه از فیلم ورلد وار زد یکم دقت کنید. They took away Zeke's exponential power. It pulled the teeth of all 23 million in less than 24 hours. شخص زندانی به جای استفاده از کلمه زامبی از کلمه زکه استفاده میکنه. مثل اینکه اسم دیگه زامبی همون زکه هستش. حالا نکته جالب همینجاست که ویروس زیکا به یه صورت دیگه هم نوشته میشه و اون هم همین زکه هستش. به نظر شما این شباهت بین اسم دیگه زامبی و اسم دیگه زیکا اتفاقیه؟ یا اینکه ویروس زیکا با یه جهش دیگه امکان این رو داره که به همون ویروس زامبی تبدیل بشه؟ بچه ها چند وقت پیش هم خبرگزاری بی بی سی یه خبر رو وایرال کرد و گفتش که توانایی دانشمندان در مقابل این پشه ها کم شده و نمیتونن اونها رو نابود کنن و همه این پشه ها در مقابل آفتکش ها و حشرکش های شیمیایی قبلی دارن مقاومت نشون میدن و دانشمندا در حال آزمایش کردن مواد شیمیایی جدید برای اینکه بتونن این پشه ها و این آفت ها رو بکشن هستن. و بزرگترین نگرانی دانشمندا به خاطر این پشه ها و این ویروس یه بیماری جدید دیگه به نام میکروسفالی هستش. توی میکروسفالی یا این عارضه نوزادانی به دنیا میان که جمجمه های اونا از حالت طبیعی خیلی کوچیک‌تره طبق همین عکسی که دارید نگاه میکنید و یه نوع بیماری نادر محسوب میشه. حالا نکته ترسناک قضیه اینجاست که دکتر عبدالرضا میراولیایی، کارشناس بیماری های منتقله وزارت بهداشت، چند وقت پیش اعلام کرد که این نوپشه از سمت جنوب کشور و از سمت هرمزگان وارد کشور شده و نگرانی های ما رو به شدت افزایش داده. بچه ها امیدوارم که همه این قضیه ها در حد یه تئوری باشه و ساخته ذهن مریض من باشه، اما این رو بهتون میگم که هیچ چیزی توی این دنیا اتفاقی نیست و کلی قضیه پشت سرش هست. خیلی خوب بچه ها، ویدیو امروز هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت برامون بذارید، کامنتاتون هم حتما اگر میتونید انگلیسی بذارید. ساباتون رو همین پایین چک کنید، اگر پریده باشه دوباره ساب کنید مجدد. و اینکه اگر ایده جدیدی دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید که ما بریم تحقیق کنیم و در موردش براتون ویدیو بسازیم. آیدی اینستاگرام منم این بغل میادش، حتما فالو کنید منو که آینده خیلی با هم دیگه کار داریم. و اینکه حمایت فراموش نشه، تا میتونید از ما حمایت کنید شدیداً نیازمند حمایتاتون هستیم. حمایت‌های شما خیلی به من انرژی میده و باعث میشه که پیگیر خیلی کارهای خفن‌تری باشم. و اینکه عرض دیگه نیست. دم همتون گرم، خداحافظ. Flip it, don't stop the beat.